در مورد میگره میخواییم با هم صحبت بکنیم این سلام به دوستان خوبم امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید و از این به بعدم ادامش همونجوری خوب ادامه بدیم دوستان امروز در مورد میگرن میخوایم با هم صحبت کنیم یه مقدار تو توضیحات اولیه میگرن یه اشارهی کردیم میگرن نوعی سردرده که طبق ویدیویی که قبلا گفتم انواع مختلف داره حالا ما چجوری بفهمیم که اصلا دچار میگرن شدیم و چه علائمی وسمون داره معمولا سردردهای میگرنی سردردهایی هستن که خب علاوه بر اینکه با تنشهای مختلف شروع میشن یعنی به اثر عوامل مختلف و مختلف شروع میشن سردردهای هستن که چندین روز طول میکشن و شخص اون اون حالت تهوع حساسیت به نور حساسیت به صدا سردردهای خیلی شدید و زرباندار داره و حتی با بوهای مختلف شخص اذیت بشه حتی بوهایی که تو حالت عادی خیلی براش اوکیه هیچ نوع مشکلی باهاشون نداره ولی در زمان که سردرد شروع میشه با این بوها اذیت میشه حتی با بعضی ها با بوی گلاب، سرکه، اسفند، انواع عطرهای مختلف، بوی غذا حتی اذیتشون میکنه. خب حالا ما زمانی که میگرن به اشخاصی که, که میگرن دارن زمانی که میگرنشون شروع میشه دوست دارم بیشتر جای ساکت باشن، جای صدا باشن، بدون نور تاریک باشه و به عبارت این نواحی از سر حالا یا جلوی پیشونی یا نواحی به گوشه یه سر که بستگی داره هر شخصی به یه صورتیه بعضی ها فقط همین یه تیکم بعضی ها فقط چشمشونه بعضی ها کل نیمه به راست سرشونه بعضی ها مثل خود من کل یه سمت بدن میشه حتی به دست و باها هم میکشه این افراد معمولا دوست دارن که سرشون رو محکم و ای که درد میکنه رو محکم ببندن که این به فشاری که روی سرشون هست های محکم بستن دردی که هست کمتر بشه و بهتر بشه کاری که ما انجام میدیم طبق حالا توضیحاتی که تو ویدیوهای قبل بهتون دادم اینه که ما میایم نوع میگرن شخص رو مشخص میکنیم بعد از اینکه میگرن شخص مشخص شد طبق نوع میگرنی که دارن میایم درمان گیاهی مناسب رو برای اون شخص انجام میدیم و خب میدونید میگن جز بیماری هایی که درمان کلا نداره یعنی هنوز درمان قطعی براش پیدا نکردن ولی ما میتونیم با گیاهان دارویی که داریم استفاده میکنیم شدت حمله و تعداد حملات رو کمتر بکنیم و خب وقتی شدت حمله و تعداد حملات کمتر بشه به فرض مثل خود من اگه چهار روز در هفته شما حملات شدید و درد شدید داشته باشید خب حالا برسه به یک روز در ماه و مسلما این ابراز رو میکنید که من سردردام خیلی خوب شده خیلی بهتر شده و یه جورایی به عبارت میگید من دیگه سردرد ندارم چرا؟ تو از چهار روز در هفته که کلا زندگی آدم مختن میکنه رسیده به یک روز در ماه خب مسلمه خیلی حال خوبیه سعی ما دقیقا برای اینه که میزان به میزان حملات و شدت حملات رو کمتر بکنیم که شخص بتونه راحتتر به زندگی روزمرهش برسه و به وقتی زندگی راحتتر و بهتری داشته باشه بازم تو ویدیو بعدی بیشتر براتون توضیح میدم اگه احتیاج به مشاوره داشتید شخصی بود که میگرن داشت تو اطرافیانتون یا خودتون دو چون میگرن بودید به مسنجر یا من پیام بدید تا راهنماییتون کنم روز خوبی داشته باشید